یکی از اساتید اهل تسنن مصر با انتشار مقاله‌ای در مورد چگونگی استفاده از فقه شیعی توسط غیر شیعیان مطالبی را بیان کرد به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعن جهان شیخ اسام تلیمه فعال دینی اهل تسنن مصر که از چهره های سابق جنبش اخوان المسلمین بوده با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان چگونه از فقه شیعی استفاده کنیم به ابعاد و چگونگی مورد استفاده قرار دادن فقه مذهب اهل بیت اسمت و تعالت علیه السلام توسط غیر شیعیان مطالبی را بیان کرد وی در بخشی از مقاله خود نوشت واضح است که مدارس مختلف فقهی نشأت گرفته از مدارس صحابه و تابعین به به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله علی است همه جویندگان علم و فقه از مکاتب مختلف فقهی استفاده می‌کردند بدون اینکه گیری خاصی در مورد آن داشته باشند. بعدها مذاهب چهارگانه یا هشگانه به طور رسمی تأسیس شد و از جمله آن فقه جعفری بوده است شیخ اسام تلیم افزود تا قبل از نیم قرن پیش این موضوع به شدت مورد توجه بزرگان فقهی ما از جمله الازهر بود و حتی علاوه بر مذاهب چهارگانه دیگر مذاهب اسلامی در این دانشگاه تدریس می شده و مورد توجه قرار می گرفت. این فعال دینی مصری همچنین گفت مذاهب فقهی ثروت علمی بزرگی هستند چه از نظر دیدگاه دیرگا فکری و چه عقلی و حتی از زاویه پرداختن به قانون و در پایان گفت نمونه های زیادی وجود دارد که علمای اهل تسنن به اصول فقهی مذهب شیعه تکیه کردند از همین رو باید گفت هنوز هم می شود به این شیوه تکیه کرد